درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. دادستان نظامی تهران میگوید برای خشونت ماموران در خیابان وطنپور علیه دو دختر نوجوان شعبه ویژه تشکیل شده است. به دنبال اعدام رضا رسایی، گزارش‌ها حاکی از اعتراضات در بند زنان زندان اوین و درگیری ماموران امنیتی با زندانیان است. حکم اعدام دست کم 20 زندانی با اتهامات غیر سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده است. سه کودک کار در یکی از کارگاه‌های خیاطی در شهر مریوان توسط کارفرما از ناحیه پشت با اتوی بخار سوزانده شدند. آمریکا یک مرد پاکستانی مرتبط با ایران را به اتهام توطئه برای قتل دونالد ترامپ بازداشت کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتخاب السنوار به عنوان رئیس جدید حماس تأثیری بر مذاکرات آتش بس ندارد. ورزشکاران اسرائیلی در المپیک پاریس تهدید شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 7 آگست 2024 میلادی برابر است با 17 آمرداد سال 1403 خورشیدی. حدود یک ماه مانده به سالروز قتل مهسا جینا امینی، ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران انتظامی با دخترانی نوجوان در خیابان وطنپور منتشر شده است. این ویدیو مربوط به یک ماه و نیم قبل و دوربین‌های مداربسته این خیابان در محله فرمانیه تهران است که نشان می‌دهد دو دختر نوجوان همراه با خشونت به دست نیروهای پلیس بازداشت می‌شوند. مریم عباسی، مادر نفس حاجی شریف، یکی از دو نوجوان حاضر در ویدیو، در یک گفتگو ضمن اشاره به اینکه سر نفس را به پست برق کوبیدند و بعد از بازداشت در داخل من ماموران پایشان را روی گردن دخترش گذاشتند، گفت قاضی می‌خواست ما رضایت بدهیم. در حضور وکیل به من گفتند از ماموران شکایت نکنید، در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام می‌شود. در پی انتشار این ویدیو موجی از اظهار نظرها در شبکه‌های مجازی شکل گرفت. شهروندان مخالف شرکت در انتخابات، وعده‌های پزشکیان و انتقادات او از طرح نور را یادآوری کردند. از سوی دیگر فرماندهی انتظامی امروز 17 مرداد در بیانیه اعلام کرد که پلیس رفتار اینچنینی توسط عوامل انتظامی را در چارچوب استانداردهای کنشی و عملیاتی خود ندانسته و پرونده در سیستم قضایی و بازرسی فراجا مفتوح و در حال بررسی است. محسن کرمی، دادستان نظامی تهران، اعلام کرد که برای رسیدگی به شکایت خانواده دختر نوجوان که از سوی ماموران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری هدف خشونت قرار گرفته، شعبه ویژه بازپرسی تعیین شده و تمامی ادله با فوریت جمع‌آوری و مستندسازی شده و همه عوامل حاضر در صحنه با همکاری و معرفی فراجا شناسایی و از طریق بازرسی فراجا احضار شدند. دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در واکنش به اظهارات یک کارشناس صدا و سیما که مدعی شده بود روحانی در هتلی با نماینده اسرائیل دیدار کرده، در بیانیه تند با انتقاد از صدا و سیما نوشت کار صدا و سیما به کجا کشیده که یک روزنامه اسرائیلی منبع مورد وثوق آن شده است. در این بیانیه که امروز 17 مرداد منتشر شده با انتقاد از عملکرد رئیس صدا و سیما نوشته صدا و سیما نقش پوششی های انتخابات را ادامه می دهد. آقای جبلی، صدا و سیما نه تنها افتخار مرجعیت رسانه‌ای، وثوق و اعتماد اجتماعی و رضایت و تعداد بینندگان را از دست داده که با این راهی که رفته در رعایت اخلاق اسلامی هم شکست خورده است. در بیانیه دفتر حسن روحانی با اشاره به اظهارات کارشناس یکی از برنامه‌های صدا و سیما آمده که خبری چنین مهم چرا فقط در یک منبع اسرائیلی نوشته شده و در طی این سالها کسی نتوانسته آن را حتی تایید کند، اینکه برای به زعم خود تخریب دکتر روحانی و تفکر اعتدالی و تعامل گرایانه به اسرائیلیات توسل جستن عیار واقعی مدعیان را آشکار می کند.
به دنبال اعدام رضا رسایی که به قتل رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه متهم شده بود، گزارش ها حاکی از اعتراضات در بند زنان زندان اوین تهران و درگیری ماموران امنیتی با زندانیان است. زنان زندانی سیاسی در زندان اوین طی ماه‌های اخیر کارزاری را برای مقابله با اعدام در ایران آغاز کردند، کارزاری که سه‌شنبه‌های نه به اعدام نام گرفته است. این کارزار روز سه‌شنبه 16 مرداد با اعدام رضا رسایی علی‌رغم پاماد در پرونده وی همراه شد. فعالان سیاسی شامگاه سه‌شنبه گزارش دادند که به دنبال اعتراض زندان زن ببخشید به دنبال اعتراض زنان زندانی اوین تهران، نیروهای امنیتی به آنها هجوم بردند و تلفن‌های این بند هم قطع شده است. بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری ایران، امروز 17 مرداد حکم اعدام دست کم 20 زندانی با اتهامات غیرسیاسی در زندان قزل حصار کرج اجرا شده است. با این حال تنها هویت 6 زندانی اعدام شده احراز شده است. برخی منابع آمار اعدامی ها را 22 زندانی اعلام کردند. در میان اعدام شدگان 7 زندانی سنی مذهب بودند. همچنین 7 تن از این زندانیان پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر، 4 زندانی از بابت اتهام قتل، 3 زندانی تبعی کشور افغانستان از بابت اتهام تجاوز به عنف و 1 تن دیگر با اتهامات نامشخص توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. 3 کودک کار در یکی از کارگاه‌های خیاطی در شهر مریوان توسط کارفرما از ناحیه پشت با اتوی بخار سوزانده شدند. نهرو خالدی یکی از این کودکان درباره این اتفاق گفته است که هنگام کار در کارگاه پارچه از دستم روی زمین افتاد و در حین برداشتن پارچه با میز کارفرما برخورد کردم و این اتفاق موجب خشم کارفرما شد و به ما گفت شما را چگونه تنبیه کنم. به گفته او در پی این اتفاق کارفرما با استفاده از اتوی بخار بخشی از پشت این کودکان را سوزانده است. نهرو یکی از این کودکان آسیب دیده گفته است که بعد از اینکه کارفرما با اتو بخشی از بدنشان را سوزاند، آنها با گریه از دستش فرار کردند. بر اساس این گزارش، این کودکان پیشتر هم توسط این کارفرما مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. محمد صالح خالدی پدر نهرو گفته است که این اتفاق 16 روز پیش رخ داده و با پیگیری قانونی از طریق دادگستری مریوان به پزشکی قانونی مراجعه کردیم و منتظر نتیجه هستیم. به گفته او کارفرما بعد از این حادثه بازداشت و بعد از 2 روز با تودیع وثیقه آزاد شده و همکنون به فعالیت در مغازه خود ادامه می‌دهد. گزارش ها از ایران حاکی است که ادارات دولتی در 2 استان تهران و البرز به دلیل کمبود برق در روز چهارشنبه 17 مرداد تعطیل شدند و از سوی دیگر رکورد مصرف برق در ایران بار دیگر شکسته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ساعات کار مراکز دولتی در 13 استان کشور از 6 صبح تا 10 صبح خواهد بود و ادارات دولتی در استان‌های تهران و البرز هم با توجه به افزایش فزاینده مصرف برق تعطیل اعلام شدند. استان‌های سمنان، قم، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، استان مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه مشمول کاهش ساعت کاری در روز چهارشنبه شدند. از دیگر روز چهارشنبه 17 مرداد اداره کل اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طبق اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت مبنی بر تعطیلی تهران، در روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس در این روز برگزار نمی‌شود و مجلس تعطیل است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، اصلاح قیمت نان تا سقف 25% نرخ فعلی در بیش از 10 استان کشور در دستور کار است. پرداخت یارانه‌های دولتی برای کنترل قیمت نان یکی از اقداماتی است که دولت‌ها در جمهوری اسلامی انجام می‌دهند، اما در سال‌های اخیر کسری منابع مالی سبب شده تا شاهد افزایش قیمت نان باشیم. به نوشته روزنامه اعتماد، در نانبایی‌های سنتی 80% قیمت نهایی نان توسط یارانه‌های دولتی پرداخت می‌شود و مردم 20% قیمت واقعی نان را پرداخت می‌کنند. بر همین اساس قیمت واقعی نان 4 تا 5 برابر قیمت فعلی است که با توجه به خط فقر در ایران، بخش زیادی از مردم که زیر خط فقر قرار دارند با حذف چنین را یارانه‌ای فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی میگوید مهاجران غیر مجاز باید تا پایان سال خاک ایران را ترک کرده و به کشور خود بازگردند. احمد زارادان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت سیاست و برنامه ها مبتنی بر بازگشت تمامی اتباع غیر مجاز است. به در ادامه با بیان اینکه اتباع غیر مجاز نمی توانند به سفر 40 بروند، گفت آنها در صورت حرکت به سمت مرزها دستگیر و به اردوگاه منتقل می شوند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه 6 آگوست اعلام کرد که یک تبعه پاکستانی مرتبط با ایران را به اتهام تلاش برای برنامه ریزی قتل سیاستمداران آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق این کشور، دستگیر کرده است. مقامات فدرال آمریکا میگویند آصف مرچاند، 46 ساله، در ماه جون به منظور ملاقات با مردانی که فکر میکرد برای انجام این قتل‌ها استخدام کرده، به نیویورک سفر کرده بود. به همچنین مبلغ $5,000 هم به عنوان پول پیش به آنها پرداخت کرده بود. وی به این دو آدمکش ادعایی اجیر شده که در واقع خبرچین‌های پلیس مخفی آمریکا بودند، گفته بود که به پاکستان می‌رود و در بازگشت در ماه آگوست یا سپتامبر اطلاعات بیشتری از جمله نام اهداف مورد نظر را به آنها خواهد گفت. وی اضافه کرده بود افرادی که هدف قرار خواهند گرفت کسانی هستند که به پاکستان و جهان اسلام صدمه می‌زنند. اینها مردم عادی نیستند. این فرد ماه گذشته به هنگام آماده شدن برای ترک ایالات متحده دستگیر شد. مقامات فدرال آمریکا مرچانت را به عنوان یک شهروند پاکستانی معرفی کردند که گفته است در ایران همسر و فرزندانی دارد و اغلب به ایران، سوریه و عراق سفر می‌کرده است. به گفته مقامات متهم قبل از پرواز از پاکستان به ایالات متحده تقریبا 2 هفته را در ایران گذرانده بود. اسناد دادگاه از هیچ یک از اهداف بالقوه به نام نبرده، اما شهادت یک مأمور پلیس فدرال آمریکا FBI حاکی از آن است که مرچاند مقامات بلندپایه فعلی یا سابق مانند دونالد ترامپ را در ذهن داشته است. نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی گزارش داد که روسیه تحویل تجهیزات پدافند هوایی و راداری پیشرفته خود را به ایران آغاز کرده است. برخی از این تجهیزات به دنبال درخواست ایران از کرملین و در شرایط میزبانی رئیس جمهوری ایران از سرگئی شویگو، رئیس شورای امنیت روسیه، صورت گرفته است. در این دیدار که در 5 ماه آگوست صورت گرفت، شویگو به رسانه دولتی ایران گفت که مسکو آماده همکاری کامل با ایران در مورد مسائل منطقه‌ای است. سرلشکر محمد باقری هم متقابلاً به روابط عمیق، بلند مدت و استراتژیک بین ایران و روسیه اشاره کرد.
مقامات به نیویورک تایمز گفتند در حالی که رسانه‌های محلی ایران تنها از درخواست تجهیزات نام بردند، یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک مقام دیگر به تایمز تایید کردند که نه تنها این درخواست انجام شده بلکه تحویل‌ها نیز آغاز شده است. بعد از اعلام حماس در روز سه‌شنبه مبنی بر انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این گروه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اولین اظهار نظر خود به صورت ضمنی این انتصاب را کم اهمیت جلوه داد و گفت سنوار همیشه تصمیم‌های نظامی و سیاسی حماس را در نبردها بر عهده داشته است. بلینکن با اشاره به مذاکراتی که در ماه‌های گذشته با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر با اسرائیل در جریان بود، اضافه کرد که سنوار تصمیم‌گیرنده اصلی درباره مذاکرات آتش بس بوده و باقی میماند و بنابراین اکنون تصمیم گیری درباره ادامه جنگ آتش بس بر عهده اوست. از سوی دیگر اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به انتخاب سنوار به عنوان رئیس حماس او را یک تروریست بزرگ توصیف کرد. این وزیر اسرائیلی خواستار حذف سنوار شد و نوشت انتصاب یحیی سنوار به عنوان رهبر جدید جنبش حماس دلیل قانع کننده دیگری برای حذف سریع او و نابودی این سازمان شرور از روی زمین است. محمد یونس اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه صلح نوبل بعد از فرار شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش به عنوان رئیس دولت موقت این کشور معرفی شد. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور بنگلادش بامداد روز چهارشنبه 17 مرداد اعلام کرد که این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رؤسای ارتش، سازمان دهندگان تظاهرات دانشجویی، مدیران برجسته تجاری و برخی اعضای جامعه مدنی گرفته شده است. وی در ادامه گفت که سایر اعضای دولت موقت به زودی و بعد از گفتگو با احزاب سیاسی و مهره‌های تأثیرگذار سیاسی معرفی خواهند شد. تیم المپیک اسرائیل اعلام کرد که برخی ورزشکارانش هنگام رقابت در پاریس تهدید شدند. این تهدیدها در بحبوحه تنش‌ها بر سر کشته شدن فلسطینی‌ها در جریان جنگ غزه و همچنین خطر وقوع یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر در خاورمیانه است. یائیل آراد رئیس کمیته ملی المپیک اسرائیل روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفت که اعضای تیم اسرائیل تهدیدهای متمرکزی به منظور ایجاد وحشت روانی در ورزشکاران دریافت کردند. هفته گذشته دادستان‌های پاریس تحقیقاتی را در مورد تهدیدهای مرگ که با ایمیل برای ورزشکاران اسرائیلی فرستاده شده بود آغاز کرد و سازمان ملی جرایم سایبری هم در حال بررسی افشا شدن اطلاعات شخصی برخی از ورزشکاران اسرائیلی است. بعد از آنکه ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی اقدام به انتشار مجموعه‌ای از پست‌ها در شبکه ایکس کرد که به گفته مقامات بریتانیا خطر شعله‌ور کردن ناآرامی‌های خشونت‌آمیز این کشور را در پی دارد، لندن از او خواست که مسئولانه عمل کند. ایلان ماسک در واکنش به اعتراضات گروه‌های راست افراطی در بریتانیا در یک پست نوشت که در این کشور جنگ داخلی اجتناب ناپذیر است. او در پست‌های دیگری هم نوشت که سیستم قضایی بریتانیا با مسلمانان ملایم‌تر است و آلان راست افراطی رفتار می‌کند و حتی چگونگی رفتار بریتانیا با کاربران در شبکه‌های اجتماعی را با سرکوب‌ها در دوران اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد. در واکنش به این پیام‌ها هایدی الکساندر وزیر دادگستری بریتانیا بامداد سه‌شنبه گفت استفاده از عباراتی مانند جنگ داخلی به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما شاهد مجروح شدن شدید افسران پلیس و آتش گرفتن ساختمان‌ها هستیم. بنابراین هر کسی که پلتفرمی دارد باید با مسئولیت پذیری از قدرتش استفاده کند. بیش از یک هفته است که بریتانیا صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز گروه‌های راست افراطی با نیروهای پلیس است. در این درگیری‌ها که در شهرها و شهرستان‌های این کشور از ایرلند شمالی تا سواحل جنوبی انگلیس گسترش یافته، معترضان شعارهای ضد مهاجرتی و با محتوای اسلام حراسی سر می‌دهند. بعد از چند پیام بازرگانی with Sam. I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number.
دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling SAM was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. کاروان ورزش ایران سرانجام شامگاه سه‌شنبه نخستین مدال خود را در المپیک 2024 پاریس به دست آورد. 11 روز بعد از آغاز رقابت‌های المپیک پاریس، امین میرزازاده نماینده ایران در وزن 130 کیلوگرم کشتی پرنگی در دیدار رده‌بندی مقابل صباح شریعتی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و توانست با شکست این رقیب ایرانی الاصل به مدال برنز رقابت‌ها دست پیدا کند. 20 سال پیش در یکی از جزایر اندونزی دانشمندان فسیل‌های گونه‌ای از انسان‌های اولیه را کشف کردند که حدود 107 سانتی متر قد داشتند و به دلیل همین قد کوتاه به آنها لقب هابیت داده شد. اما یافته‌های جدید وجود نیاکان کوتاه‌قامت‌تر را اثبات می‌کنند. اکنون فسیل‌های جدید در مکانی به نام ماتامنگه حدود 45 مایل دورتر از غاری که اولین باقی‌مانده های هابیت ها پیدا شده بود کشف شده است. در سال 2016 پژوهشگران بعد از مطالعه یک استخوان فک و دندان های جمع‌آوری شده از این مکان جدید به این نتیجه رسیدند که نیاکان هابیت ها می توانستند کوتاه‌تر از این هم باشند. تحلیل‌های بیشتر از یک قطعه کوچک از استخوان بازو و دندان‌های آنها نشان می‌دهد که نیاکان این هابیت‌ها با داشتن 6 سانتی متر قد کوتاه‌تر در حدود 700 هزار سال پیش زندگی می‌کردند. این هابیت‌ها همواره مورد بحث پژوهشگران بودند. اعتقاد بر این است که آنها از آخرین گونه‌های انسان‌های اولیه هستند که منقرض شدند. برنامه نشمند به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.